بیستم این مجموعه برنامه ها در خدمت شما هستم. در این برنامه بحث مربوط به چرایی دوام جمهوری اسلامی رو به پایان میبرم. در 12 برنامه گذشته تلاش من منعطف بود بر اینکه نشون بدم چرا جمهوری اسلامی علارغم فساد گسترده و ساختاری، تقلب، دروغگویی هر روزه، سرکوب، دخالت‌های خارجی، فقیر نگه داشتن مردم، ناکارآمدی، ناشایستگی، با همه این عوامل چرا این رژیم 4 دهه دوام آورده. در بحث علل دوام جمهوری اسلامی من به 12 حوزه وارد شدم و اون حوزه ها رو تلاش کردم که در 12 برنامه گذشته خدمت شما توضیح بدم. اینها رو فقط عناوینش رو ذکر میکنم. برنامه ها رو اگر ندیدید یا برخیش جا افتاده، اونها رو میتونید در سایت تلویزیون اندیشه پیدا کنید. وارد سایت اندیشه.تیوی که بشید، روی دقیقه این صورت که کلیک بکنید، برنامه های گذشته رو تا حدود 100 برنامه میتونید پیدا کنید. در 12 برنامه گذشته من به 12 عامل یا علت یا دلیل برای بقای جمهوری اسلامی پرداختم. دلیل اول به کار گرفتن سلبریتی هاست، چهرهای ورزشی و هنری است، با رانت ها و امتیازات مختلف برای اینکه اینها در خدمت دستگاه تبلیغاتی نظام باشند، مثل همین چند هفته گذشته که مدام این گونه چهره ها دارن مداحی قصاب سوریه آقای قاسم سلیمانی رو میکنند، یا در موارد دیگر کاملا در چارچوب دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی عمل میکنند. عامل دوم عدالت نمایی جمهوری اسلامی و تلاش برای این که نشون بدن این نظام به دنبال عدالت اجتماعی است و به دنبال این هست که به داد فقرا و محرومان برسه. عامل سوم بازی با جامعه جهانی، بازی با افکار عمومی و قرار گرفتن در پیمانهایی که دولتهای اقتدارگرا، دیکتاتوری و کمونیستی در اونها عضو هستند. عامل چهارم تلاش قابل توجهی که در محدودهای موفق بوده برای اینکه بخشی از مردم رو اینها به رنگ خودشون در بیارن. عامل پنجم تراژدی ایران شناسی، اسلام شناسی و خاورمیانه شناسی در دانشگاه‌های غربی. عامل ششم رسانه‌های به هم ریخته فارسی زبان در خارج کشور که وظیفه خودشون رو به نظر من به درستی انجام نمیدن در اطلاع رسانی و در دادن چشم‌اندازهای رقیب. عامل هفتم این عامل دروغ و برساخته میان رویی و در واقع رادیکال بودن جناح‌های در جمهوری اسلامی که از اساس بی‌پایه است، همه وفادار به جمهوری اسلامی هستند و در خدمت نظام. عامل هشتم طلبکاری، خودحق‌پنداری و پررویی مقامات جمهوری اسلامی است، هم در داخل و هم در خارج. عامل نهم مهندسی فرهنگ و اینکه تمام ابعاد فرهنگ جامعه توسط دولت، منابعی که داره، مرتبا اینها مهندسی میشه. عامل دهم برگزاری و مهندسی مراسم مذهبی است در ایران یا در خارج کشور، مثل این مراسم اربعین. 11 در باغ سبز و بهشت های عجیب و غریب به مردم نشون دادن، همه خیالی و تصوری. و عامل 12 هم در واقع تغییر فرهنگ عمومی است که در محدودهای به نظر من اینها موفق بودند در اینکه فرهنگ عمومی جامعه رو در بیتوجه کردن مردم به دروغ، در بیتوجه کردن مردم به فساد، در پایین آوردن سطح خیرخواهی، در این محدوده ها حکومت خب نسبتا موفق عمل کرده و جامعه رو نسبت به بسیاری از فسادها متاسفانه بیتوجه و مقفول نگاه داشته. در این برنامه بحث من در مورد بحث پایانیم در مورد این موضوع هست که جمهوری اسلامی با همه تلاش هایی که کرده، آیا این نظام نظامی ابدی است، همچنان باقی خواهد ماند یا خیر؟ پاسخ خیلی روشن هست. در عالم سیاست و در دنیایی که تقریبا یک تاریخ 3-4 هزار ساله تثبیت شده داره، ضبط شده داره،
ما شاهد رفت و آمد بسیاری از رژیم‌های سیاسی بودیم، آمدند و رفتند. رژیم جمهوری اسلامی هم خواهد رفت. در این شکی وجود نداره. تمام این نظام‌های دیکتاتوری، نظام‌هایی که علیه مردم هستند، نظام‌های سرکوب، نظام‌های فاسد، اینها روزی می‌روند. پیش‌بینی نمی‌شه که کی، اما تجربه تاریخ بشری نشون میده که این نظام‌ها رفتنی هستند. نمونه‌هاش رو ما در تاریخ بسیار داشتیم. رژیم‌هایی بودند که 500 سال عمر کردن، مثل برخی حکومت‌های پادشاهی در ایران. رژیم‌هایی بودند 150 سال، 200 سال عمر کردن. برخی رژیم‌ها عمرشون کوتاه‌تر بوده، حتی مثل رژیم پهلوی که عمری در حدود 6 دهه داشت. در مورد جمهوری اسلامی هم همین اتفاق حتما خواهد افتاد، چون واقعیات، تجربیات بشری که ما تا امروز دیدیم در تاریخ، نه در ایران بلکه در سراسر دنیا، کسانی که تصور مردم این بوده است که اینها حکومت ابدی دارند، اینها حکومت ابدیشون یک جایی متوقف میشه. در همین یکی دو هفته اخیر آقای موگابه که 37 سال رئیس جمهور مادام العمر زیمبابوه بود و با مهندسی انتخابات برگزار میکرد، این جمهوری اسلامی، اما انتخابات ها رو دستکاری میکردن که این آقا همچنان رئیس جمهور بمونه تا سن 93 سالگی، ولی بالاخره کنار رفت و یه فرد دیگری جای ایشون آمد. در این حکومت ها بالاخره یک روزی، حالا چه دیکتاتورها و چه خود رژیم ها، اینها جاشون رو به دیگران میدند. اما بحث این است که سقوط جمهوری اسلامی چگونه اتفاق خواهد افتاد. این نکته رو من ابتدا خدمتون عرض کنم که به دلیل فاسد بودن و ناکارآمد بودن و ضد انسانی بودن جمهوری اسلامی، هر روز ادامه این رژیم، یعنی نابودی بیشتر مردم ایران، نابودی بیشتر منابع کشور، نابودی بیشتر جامعه ایران. جامعه ایران رو من در برنامه گذشته توضیح دادم، یک جامعه رو به فروپاشی هست، در چارچوب‌های اخلاقی، در سازمان‌ها، در نهادهای مدنی، در وجوه مختلف که شما دنبال کنید کاملا می‌بینید که یک، در محیط زیست می‌بینید یه جامعه است رو به فروپاشی است. روندها این رو نشون میده. هر روز ادامه این رژیم به ضرر مردم ایران هست. تقریبا تمام داده‌های موجود هم این ماجرا رو حکایت می‌کنه. فقط من به دو موردش در همین ابتدای بحث اشاره می‌کنم. در پایان کتابی که در مورد ایران نوشتم من، تحت عنوان جمهوریت، مشروطیت و حکومت مطلقه، در پایانش در حدود یک فصل 30-40 صفحه‌ای مجموعه این روندها رو من توضیح دادم با آمار که جامعه ایران داره به چه سمتی میره. اینجا فقط به چند نمونه اشاره میکنم. یه نمونه خیلی ساده، شما به پرندگان مهاجر در ایران نگاه بکنید. نسل اینها در حال از میان رفتن هست. هر ساله بخش قابل توجهی از این پرندگان مهاجر رو که در واقع یک عنصر کلیدی هستند در محیط زیست، اینها رو مشغول قتل عام هستند. جامعه ایران به دلیل گرسنگی، به دلیل فقر، داره این پرندگان رو قتل عام میکنه. به مورد دیگرش نگاه بکنید، همین داستان زلزله کرمانشاه و بلایی که بر سر مسکن مهر آمد. در دوره آقای احمدی نژاد حدود 40 میلیارد دلار، چیزی حدود 120 هزار میلیارد تومان هزینه این واحدهای مسکونی شده که با فوتی، با یک تکان زمین، همه اینها از بین میره. ببینید چطوری سرمایه های کشور رو اینها نابود کردند. به تفصیل حالا اگر موردش در واقع فرصتش فراهم شد، من در مورد این داستان ها صحبت خواهم کرد. اتلاف در ایران یکی از راه های در واقع فساده. فساد و اتلاف کاملا در کنار هم داره عمل میکنه. مورد دیگرش که خیلی باز جالب هست، این که در طول عمر جمهوری اسلامی نیمی از جمعیت کشور به جمعیت غیر فعال تبدیل شدند. آمارهای همین یکی دو هفته گذشته، اخیراً مرکز آمار ایران گزارشی رو در مورد وضعیت اشتغال داده بود، نیمی از جمعیت ایران اصولا کار نمی‌کنه و نانخور دولت هست. اونایی هم که کارمند دولت هستن در واقع کار مفیدی انجام نمیدن. میزان کار روزانه مفید کارکنان دولت چیزی در حدود 20 دقیقه است.
حدود 40 میلیون نفر، یعنی 10 میلیون نفر کارمند دولت هستن یا مقرری میگیرن که با بود خانوار 4 نفر میشه چیزی بوده 40 نفر از جمعیت ایران. جمعیتی است که کار نمیکنه رسما، حالا اون بخشی که غیر رسمی کار نمیکنه اونها بماند. اینها نشون میده که جامعه ایران به چه سمت و سویی در طول این 4 دهه حرکت کرده. اما این حکومت من معتقد هستم دوامی نخواهد آورد و روزی این حکومت به عمرش، خلاص عمرش به پایان خواهد رسید. 6 سناریو برای به پایان رسیدن این عمر این رژیم قابل تصور هست. من این 6 سناریو رو یک به یک مطرح میکنم و بعد توضیح میدم که اینها آیا محتمل هست، آیا محتمل نیست، علل وقوعش چیه، شرایط وقوعش میتونه چی باشه و کسانی که این سناریوها رو مطرح میکنن چه گروهایی هستن، چه گروهای مخالف این سناریو هستن، چه گروهای موافق این سناریو هستن. سناریوی اولی که خب همیشه مطرح شده این هست که جمهوری اسلامی در مداخلات خارجی و رفتارهای خارجیش در یک نقطه‌ای به گونه ای عمل بکنه که دولت‌های خارجی عکس العمل نشون بدن و با حمله نظامی این رژیم رو بر بیاندازد. مخالفان جمهوری اسلامی اکثرا با این سناریو مخالف هستند. حالا برخیشون میخوان چهره ملیگرای خودشون رو حفظ کنن، با این داستان مخالفت میکنن. برخی نگران تلفات انسانی این گونه اقدامات هستند، اصولا با جنگ مخالف هستند. برخی هم اصولا حرفی نمیزنن. حالا اگر جنگی بشه و حکومت جمهوری اسلامی ساقط بشه ممکنه بعدا استقبال کنن، اما الان در این زمینه ها سخنی نمیگن. عموما افراد یا ساکتن یا مخالف این سناریو هستن. این سناریو بعد از مرگ آقای خامنه ای احتمالش افزایش پیدا میکنه، چون آقای خامنه ای خب بالاخره در منطقه مشغول تنش‌زایی هست، اما تنش‌زایی‌هاش قدم به قدم، گام به گام و تدریجی است. تفاوت رژیم داعش و جمهوری اسلامی، اینها از لحاظ ماهیتی با هم تفاوتی ندارن. فقط داعش میخواست که در طول 5 سال به همه اهدافش برسه. جمهوری اسلامی یه فرصت 50 ساله گذاشته، قدم به قدم جلو میاد. ابتدا آقای خمینی میاد میگه که آقا مردم آزادن، حجاب آزاده. بعد مردم تو خیابون کتک میزنن، ایشون باز میگه که حجاب زوری نیست. اما 1 سال بعد 2 سال بعدش با کتک مردم رو با حجاب میکنن. منطقه داعش در هفته اول این کار میکرد. تفاوتاشون در این تدریجی بودن رفتار هاست، وگرنه ماهیتا تفاوت زیادی نمیکنن. خب این روش های تدریجی ایجاد عکس العمل تند و حاد رو هم ازش ممانعت میکنه دیگه. خب طبعا دولت های خارجی هم برخی از این اقدامات رو تحمل میکنن و تلاش میکنن که شرایط رو به بحرانهای بیشتر نزدیک نکنن. به همین علت احتمال اینکه یک جانشین جوان آقای خامنه ای اشتباهات خطرناکی بکنه در عرصه بین الملل، اون احتمال افزایش پیدا میکنه و احتمال حمله نظامی هم افزایش پیدا میکنه. اما طرف مقابل داستان اینکه وقوع این ماجرا اصولا احتمالش در عالم واقع بسیار اندک هست. تجربه عراق به کشورهای اروپایی و به ایالات متحده نشون داده که اشغال نظامی، حمله نظامی، اینها راه حل‌های مفیدی نیست و نتایج قابل توجهی نداره. چند هزار نفر کشته میشن، تریلیون دلار مصرف میشه و بعد در خاورمیانه تفاوت زیادی نمیکنه. یه رژیم فاسدی میره، رژیم فاسد دیگری بر جاش میاد و تنش‌ها ممکنه افزایش پیدا کنه، جنگ داخلی، کشت و کشتار و تروریسم افزایش پیدا کنه. اینا ماجراهایی است که دولت‌های خارجی رو محتاط می‌کنه در اینکه بر سر به دنبال برخورد نظامی با جمهوری اسلامی باشند. از همین جهت من به طور کلی این سناریو رو احتمالش رو بسیار اندک می‌دونم که رژیم جمهوری اسلامی با حمله نظامی خارجی براندازی بشه، کنار بره، منحل بشه. احتمال دومی که وجود داره که در برخی از نوشته ها هم من گهگاه میبینم این هست که جمهوری اسلامی با کودتا از سلطه خارج بشه، جاشو به یک رژیم دیگری بده.
در برابر خب چه کسانی قرار هست کودتا کنند؟ تصور این هست که نظامیان به علاوه سپاه پاسداران علیه روحانیت اینها کودتا میکنن و حکومت کاملا نظامی میشه. الان حکومت روحانی نظامیه، کاملا نظامی نیست. تصور این هست که نظامی ها قدرت بیشتری پیدا میکنن، در طول 14 دهه گذشته مرتبا قدرت اینها افزایش پیدا کرده نسبت به روحانیت. روحانیون در برابر سپاه، در برابر نیروهای نظامی، بخشهایی از قدرتشون رو، ثروتشون رو، منزلتشون رو از دست دادن و طبعا فرایند ادامه پیدا کنه نظامی حتی قدرت بیشتری هم پیدا میکنن. تصور این هست که سپاه پاسداران ممکن هست روحانیون رو کنار بگذاره، بلخص بعد از آقای خامنه ای و این حکومت ماهیت دیگری پیدا کنه از این شکل جمهوری اسلامی. خب بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی ممکنه در این زمینه سخن گفته باشن، اما مخالفتی هم نکردن. نمیگن که ما مخالفیم به اینکه سپاه کودتا کنه علیه بقیه روحانیت و حکومت رو نظامیان کاملا در دست بگیرن. بیشتر هشدار داده میشه در این زمینه ها. اون چه که این مسئله رو محتمل میکنه، بیشتر محتمل میکنه، تضاد شدید منافع هست میان نظامیان و دیوان سالاری مذهبی در ایران، بلخص در حیطه‌های اقتصادی. اینها اگر تشدید بشه خب طبعا میتواند وضعیت رو به سمتی ببره که یک طرف باید غلبه پیدا کنه. اما آنچه که مانع هست از اینکه چنین اتفاقی بیفته، منافع مشترک سپاهیان و روحانیون هست، دو دیوان سالاری مذهبی و دیوان سالاری نظامی، پیوندهای خانوادگی است که در طول این 14 دهه میان سپاهیان و روحانیون برقرار شده، حضور روحانیون هست در همه ابعاد و جوارح حکومت، بلخص در پادگانهای نظامی، در ستاد فرماندهی کل قوا، در جاهای مختلف روحانیون هستند و احتمال اینکه اتفاقی بیفته بدون اینکه اینها خبر داشته باشن احتمالش بسیار اندک هست. و اما سناریوی سوم، سناریوی سوم این هست که یک انقلاب خشونتباری مثل انقلاب سال 57 در ایران اتفاق بیفته. مردم آنچنان به نارضایتی، فلاکت، بیکاری و دشواری برسن که چاره‌ای در غیر از اینکه این حکومت رو سرنگون کنن نبینن، بیان خیابون کشته بدن، همون ماجرای سال 57 دوباره تکرار بشه. مخالفان جمهوری اسلامی اکثرا با این داستان مخالفند، چون تجربه انقلاب رو دیدند. با این داستان حتی غیر از اصلاح طلبان، حتی کسانی که اصلاح طلب هم نیستن، معتقد به براندازی هستن، با این روش مخالفت میکنن، چون تجربه سال 57 نشون داده که در انقلاب‌های خشونت‌آمیز معمولا خشونت به کار نمیره، یه گروهی میره، یه حکومتی میره، حکومت بدتری جای اون رو میگیره. سناریوی چهارم که در کشورهای اروپای شرقی تجربه شد تحت عنوان انقلاب‌های رنگی، یعنی انقلاب‌های غیر خشونت آمیز، این که مردم حالا در یه شرایط خاصی بعد از انتخابات یا در جنبش‌های کارگری یا جنبش‌های مختلف اینها بتونن مردم رو بسیج کنن، افراد رو به خیابان‌ها بیارن و حکومت رو مجبور، حالا میزان جمعیت ضرورتی نداره که همه جمعیت به خیابان بیان، یه جمعیت قابل توجهی بیان و حکومت هم با همه ضعف‌هاش در شرایط قرار بگیره که مجبور بشه کنار بره، اتفاقی که در اکثر کشورهای اروپای شرقی افتاد. مخالفان جمهوری اسلامی با این سناریو هیچ گونه مخالفتی ابراز نکردن، اتفاقا سال 1388 هم اکثر مخالفان جمهوری اسلامی استقبال کردند، حالا به دلایل مختلف، از اتفاقی که بعد از انتخابات افتاد همه استقبال کردند و به خیابان آمدن در ایران، در خارج کشور حمایت کردن از اینکه چنین حرکتی صورت بگیره. آنچه که این سناریو رو به شدت احتمالش رو افزایش میده این است که شورای نگهبان در یک انتخابات دیگری اشتباه کنه، نامزدی بیاد، اون نامزد در انتخابات تقلبی صورت بگیره، دوباره همین داستان ها اتفاق بیفته، یا در یه شرایطی مثل روز کوروش آقای وزیر کشور دولت آقای روحانی گفته بود که حدود 6 میلیون نفر در سایت های مختلف
در مورد روز کوروش مشغول صحبت کردن بودن. خب یه همچین رویدادی ممکنه که بسیاری رو افراد رو به خیابان بیاره و این به خیابان آمدن حکومت رو مجبور بکنه که یا کنار بره یا از بخشی از قدرتش رو به مردم واگذار بکنه. اما آنچه که احتمال این رو به شدت کم میکنه درس هایی است که جمهوری اسلامی هم از اروپای شرقی گرفته و هم از داخل کشور. اتفاقا همون درس ها به حکومت کمک کرد که در سال 1188 جنبش سبز رو سرکوب کنه. جنبش سبز یه فرصتی بود در ایران که به نظر من سوخت. یعنی روزی که 3 میلیون نفر به خیابان های تهران اومدند، اگر آقای موسوی آقای کروبی اینها به جمهوری اسلامی وفادار بودن، باورمند بودن، جزء در واقع دستگاه بودن، اینا نمیومدن در برابر حکومت بایستن. ممکن بود آقای خامنه ای یه جایی مخالفت کنن، اما به دنبال براندازی نبودن. اما اگر افرادی بودن که برانداز بودند، طبعا باید اون 3 میلیون نفر رو در کف خیابان نگاه می‌داشتن تا حکومت کوتاه بیاد و رضایت بده که این انتخابات دیگری برگزار بشه، یا اگر بیشتر در خیابان میموندن حکومت ممکن بود خیلی چیزها رو واگذار کنه، شورای نگهبان رو واگذار کنه، سپاه رو منحل کنه، خیلی اتفاقات میتونه بیفته اگر مردم در عرصه خیابان باقی بمانند. این سناریو همچنان محتمل هست که در ایران اتفاق بیفته در دراز مدت. در کوتاه مدت احتمالش رو من بسیار اندک میدونم، اما در دراز مدت امکان این که یه همچین حرکتی هایی صورت بگیره، حکومت اشتباهاتی بکنه، مردم بر سر خیابان بیان و فشار بر حکومت وارد کنن، در یه جایی ممکن هست که دستگاه سرکوب نتونه کاملا پاسخ بده، همونطور که در 25 خرداد سال 88 دستگاه سرکوب نتونست جلوی مردم رو بگیره که در خیابان در تهران جمع بشن. این احتمالش همچنان در جمهوری اسلامی وجود داره. علتش هم این هست که بخش های قابل توجهی از مردم و یکی از جناح‌های حکومتی اینها واقعا به حکومت جمهوری اسلامی باور ندارند. جناح اصلاح طلبی که میاد در انتخابات شرکت میکنه میخواد در صحنه باشه، از منابع استفاده کنه، گهگاه یک سخنی هم به نفع سپاه و آقای خامنه ای میگه، اما اینها واقعا باور به جمهوری اسلامی ندارند، باور به این نظام ندارند. این رو شما در مجموعه رفتارهاشون میتونید ببینید، نه اینکه در یک موضع‌گیری خاص. مشخص هست که گذر کردند از دوره آقای خمینی. آقای خامنه ای رو هم به عنوان رهبری که سرکوب میکنه امروز پذیرفتن و باش کار میکنن. اما واقعا اگر شرایط برگرده، این جناح اصلاح طلب به سرعت پرچم براندازی حکومت رو بالا خواهد برد. من به دلیل اینکه مدام رفتارهای اینها رو من دنبال میکنم، سخنانشون رو، کاملا میشه این رو نتیجه منطقی است که از رفتارهای اینها میشود گرفت. و اما سناریوی پنجم. سناریوی پنجم که به نظر من در طول 14 دهه گذشته در جریان بوده، فروپاشی ناشی از ورشکستگی اجتماعی و ورشکستگی اقتصادی است در کشور. شما همه داده های کشور رو که بردارید کنار هم بگذارید، تک تک حوزه ها رو بردارید مطالعه کنید، در حیطه‌های اخلاقی، در پیوندهای اجتماعی، در حوزه کسب و کار، در مسائل مختلف، وقتی که بنشینید و مجموعه اطلاعات 14 دهه گذشته رو کنار هم قرار بدید، کاملا میبینید که جامعه ایران داره به سمت فروپاشی میره. مخالفان جمهوری اسلامی در این زمینه ها بخشیشون ابراز نگرانی میکنند، اما هشدار نمیدند، اما خیلی دقیق توی مسئله نمیشن، چون تصور میکنند که اینها امید رو از جامعه میگیره. در واقع خبر بد هست اینکه شما به جامعه بگید که جامعتون داره در حال فروپاشی هست، بنیانهاش هر روز سستر و سستر میشه. اینا خبرهای منفی است و مخالفان سیاسی تلاش میکنن که اگر خبر منفی هم هست عمدتا اون رو متوجه به حکومت کنن، در مورد جامعه کمتر سخن میگن. من تحلیلگرم و کارم اینه که واقعیات رو بیان کنم. به دنبال کسب قدرت در ایران نیستم، به دنبال این نیستم که جایی مقامی در جمهوری بعد از جمهوری اسلامی به دست بیارم. از همین جهت خب این حرفا رو روشن
خدمت شما عرض میکنم و ابایی ندارم از اینکه تصور افراد چه باشد و چه تصوری نسبت به من پیدا کنند. ولی واقعیت ها رو معتقدم که باید گفت. جامعه ایران داره به سمت فروپاشی اجتماعی و فروپاشی اقتصادی میره. همه شاخص ها از این موضوع حکایت میکنن. شما فقر، تغذیه، مسئله اشتغال، چیزهای مختلف رو بذارید کنار هم، بیخانمانی، محیط زیست، بذارید در طول 14 گذشته مجموعه اطلاعاتی رو که هست جلوی چشمتون، میبینید که جامعه داره به چه سمتی حرکت میکنه. این ماجرا در اگر جمهوری اسلامی براندازی درش صورت نگیره، این نظام همچنان برقرار بمونه، این جامعه به سمت فروپاشی داره میره. من آینده‌ای که براش در واقع قابل تصور هست برای من سومالی است. چون اگر امروز نفت ایران قطع بشه، نتونه ایران نفت بفروشه یا چاهای نفتش به اتمام برسه، چیزی در حدود 2-3 سال بیشتر طول نمیکشه تا جامعه به همون شرایط وضعیت سومالی خواهد رسید. سومالی در دولت در واقع یک کشور بدون دولت هست، به همه چیش به هم ریخته است. بخشی از جمعیتش مشغول فعالیت‌های تروریستی هستند، از کشورهای مختلف منابعی رو میگیرن برای اعمال تروریستی. بخشی از جمعیتش در آب‌های دریای سرخ و اقیانوس هند مشغول سرقتن، کشتی می‌دزدن، راهزنی دریایی می‌کنن. یک وضعیت کاملا آشفته‌ای داره. ایران هم اگر نفتش در یک روزی قطع بشه، حالا یا تحریم بشه نفتش یا چاهاش به اتمام برسه، به سرعت به این سمت خواهد رفت. این در واقع کلید عمر نظام جمهوری اسلامی فعلا درآمدهای نفتی است که چاله‌چوله ها رو باش پر میکنن. اگر چنین چیزی نباشه، سرعت این فروپاشی به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. اما بعضی از امور هست که حتی با این درآمدهای نفتی هم وضعیت رو به خرابی داره. در ایران اینکه بعد افراد اجزای بدنشون رو بفروشن، کودکانشون رو، نوزادشون رو بفروشن، اینها مرتبا در ایران در حال افزایش بوده. شما فقط به آمار جرائم در کشور نگاه بکنید، فقط به آمار زندانی ها نگاه بکنید. در سال 57 با 35 میلیون جمعیت، جمعیت زندانیان ایران 10,000 نفر بوده. امروز آمارهای مختلف میدن، از آمار رسمی 230,000 250,000 هست، آمارهای غیر رسمی 600,000 نفر هست. یعنی در طول حدود با دو برابر و خورده‌ای شدن جمعیت، آمار زندانیان کشور، بگید آمار رسمی 25 برابر، آمار غیر رسمی 60 برابر شده. خب اینا نشان میده که جامعه داره به چه سمتی حرکت میکنه. این داستان فروپاشی به نظر من یک داستان کاملا واقعی است. مشخص نیست که کجا این مسیر فروپاشی اجتماعی اقتصادی با سیاست خودش رو درگیر کنه و در عرصه سیاست تأثیراتش رو ما ببینیم. به نظر من بسیار محتمل هست، اما ضرورتاً به سقوط رژیم یا همه جانبه رژیم نمی انجامه. ممکنه که مثلا در یه مقاطعی بخشهایی از ایران دچار، نه اینکه جدا تجزیه بشن، دچار شرایطی میشن که امروز در افغانستان هست. دولت مرکزی اونجا قدرت چندانی نداره، در دست گروه های محلی هست، اونها دارن باجشون رو میگیرن و حکومتشون رو میکنن. یه دولتی هم هست مثلا در کابل، این همین ممکنه در ایران هم اتفاق بیفته اگر این روند فروپاشی همچنان ادامه پیدا کنه. امروز جمهوری اسلامی با اقداماتی که داره انجام میده کاملا این روند فروپاشی رو به نظر من داره تشدید میکنه. یک، مداخلات خارجی که در منطقه داره، مداخلات نظامی، اینا هر کشوری رو از منابع تهی میکنه. اینطور نیست. شما تصور بکنید یک کشوری با درآمد نسبتا پایینی که ایران داره قرار باشه سالانه 6 تا 10 میلیارد دلار هزینه کنه در جنگ سوریه، بعد در یمن درگیر باشه، در عراق، در لبنان، در مناطق مختلف که درگیر باشه. اینها منابع کشور رو از درون میکشه و این کشور رو بسیار ضعیف میکنه. یکی از دلایلی که اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرد دخالت نظامی این کشور در افغانستان بود و هزینه سنگینی که برای حفظ این نیروهای افغانی و حکومت کمونیستی در افغانستان اتحاد جماهیر شوروی مجبور بپردازه و ورشکسته شد. یه حکومتی با دخالت‌های خارجی ورشکسته شد. جمهوری اسلامی هم
به همان سمت به نظر من داره حرکت میکنه. برنامه اتمی جمهوری اسلامی با بیش از 100 میلیارد دلار خسارت در داستان تحریم ها و بعد ما نمیدونیم که واقعا چقدر خرج این برنامه شده، اونا رو اطلاع نداریم، ولی خب برنامه بسیار سنگین و گرانی بوده، چون قرار بوده که بسیاری از قطعاتش رو اینا از بازار قاچاق تهیه میکنن با ده ها برابر قیمت. در ایران وضعیت بیکاری همه خبر دارن که به چه سمتی هست، در هر خانواری تقریبا یک نفر بیکار وجود داره. فقدان بودجه های عمرانی باعث شده که در جامعه ایران هیچ گونه توسعه‌ای صورت نگیره، دولت همین شرایط امروز رو داره رتق و فتق میکنه. بخش خصوصی در ایران وجود نداره که اگر حکومت نتوانست یه حیطه‌هایی رو اداره کنه، بخش خصوصی حداقل اشتغال ایجاد کنه، تولید کنه. تولید ثروتی اصولا در ایران وجود نداره. هر ثروتی که هست از درآمدهای نفتی است. اونایی هم که میگن درآمدهای غیر نفتی، همش درآمدهای نفتی به واسطه هست. پتروشیمی، چیزهای دیگه هست. درآمد قابل توجهی، درآمد زایی، تولید ثروتی در ایران صورت نمیگیره که در هر شرایطی این تولید ثروت بتونه ادامه پیدا کنه. اینها همه نشانه های این هست که جامعه ایران داره به سمت فروپاشی حرکت میکنه و یک جایی این فروپاشی اجتماعی، فروپاشی اقتصادی، برشکستگی اقتصادی، اینها با مسائل سیاسی تقاطع پیدا میکنه و باعث میشه که حالا یا حکومت مرکزی به شدت ضعیف بشه یا منحل بشه. اصولا حکومت مرکزی نتواند کارکردهای حکومت مرکزی رو داشته باشه. یه سناریوی بسیار تاریکی است اما واقعی است. آمارها، شرایط، شاخصها، رفتارها به نظر من همه این سناریو رو نشون میدن که امروز در ایران در حال پیشروی هست. اما سناریوی ششم، سناریوی ششمی که به نظر من بسیار محتمل هست و امکانش خیلی زیاد هست که در ایران صورت بگیره، این هست که در یک شرایطی مردم ایران، اکثر شهروندان ایرانی به این ماجرا وقوف پیدا کنن. متاسفانه امروز جامعه ایران وقوف پیدا نکرده به شرایط خودش. اگر جامعه ایران به این نکته وقوف پیدا کنه که هر روز ادامه جمهوری اسلامی مایه خسارت بیشتر، فروپاشی بیشتر، ورشکستگی بیشتر و بحرانهای بیشتر هست، اگر جامعه ایران به هم چیزی برسه، طبعا در یک روز خاصی نیازی هم نیست که ببینید تمام اون داستانهایی که من خدمتتون عرض کردم در مورد اپوزیسیون، رسانه‌های فارسی زبان، اینا هیچ کدوم در اینجا نیازی نیست نقشی بازی کنن. اختلافاتی که در میان اپوزیسیون خارج کشور وجود داره اصولا اینجا نقش چندانی نمیتونه بازی کنه. اگر روزی بخش قابل توجهی از مردم ایران، 30 میلیون، 20 میلیون، 40 میلیون برسه خیابان بیان، چند روزی رو در کف خیابان‌های ایران بنشینند و خواستار برکناری جمهوری اسلامی، خواستار رفراندوم بشن، اگر چنین اتفاق خیلی اتفاق ساده است، هیچ حکومتی با همه قدرتی که دستگاه‌های سرکوبش دارن نمیتواند 30 میلیون 40 نفر مردم رو از عرصه خیابان جمع کنه، یا اونا رو همه رو کتک بزنه، یا همه رو سرکوب کنه، یا همه رو به زندان بفرسته. چنین چیزی برای هر حکومتی غیر ممکن است. اعتراض همگانی یک باره ده ها میلیون نفر از جمعیت ایران به نظر من کم هزینه ترین سناریو و مؤثر ترین سناریو برای براندازی جمهوری اسلامی هست. مخالفان جمهوری اسلامی هیچ گونه مخالفتی با این سناریو ندارند، اما خب پیشگام چنین سناریوهایی هم نمیشن، چون مایوسن، چون ظرفیت خودشون ظرفیت‌های بسیار اندکی دارن، میدونن مردم اکثرا به اونها اعتماد چندانی ندارن به دلیل رفت و برگشت ها و در واقع بالانس هایی که هر روز میزنن، واقفن که خریدار چندانی دعوت اونها نداره و این دعوت رو هم صورت نمیدند. اما این کار شما فراتر از فراخوان های اپوزیسیون که نگاه بکنید، اگر واقعا یک روز جمعیت قابل توجهی از مردم ایران به عرصه خیابان بیان، این ماجرا میتونه اتفاق بیفته. همونطور که خدمتتون عرض کردم دارای بیشترین فایده و کمترین هزینه هست.
نتایج و منافع این روش برای بسیاری از مردم ایران و مخالفان حکومت، مخالفان سیاسی حکومت روشن نیست. از همین جهت هم روی این روش کار قابل توجهی صورت نمیگیره. مخالفان اکثرا این روش رو مسکوت گذاشتن. این قرار هم نیست ضرورتاً به شکل خود به خودی اتفاق بیفته. قابلیت مدیریت داره، قابلیت برنامه ریزی داره. منتها کسانی باید مردم رو به این داستان دعوت کنن که خودشون انگیزه سیاسی، انگیزه کسب قدرت نداشته باشن و در واقع به مردم تعهد بدن که به هیچ وجه من الوجود خواهان کسب قدرت نیستند. چون تجربه آقای خمینی کاملا نشون میده که کسانی که میان و روی این امواج سوار میشن بعدن چه بلایی به سر مردم ایران میارن. گروهی که قابل باور باشه از نظر مردم ایران که اینها به دنبال کسب قدرت نیستند، اونها میتوانن این فراخوان رو صورت بدن و اگر مردم ایران، قاطبه مردم ایران در یک روز برسه خیابان بیان، دیگه عمری از جمهوری اسلامی باقی نخواهد موند. خب اگه من بخوام خلاصه کنم، 4 سناریوی اول در موردش بنزه کافی سخن گفته شده و برخیش هم در ایران بدون موفقیت یا با موفقیت اجرا شده، مثل جنبش سبز یا انقلاب سال 57. اینا به شدت به نظر من امروز احتمالشون حالا یا غیر محتملن یا احتمالشون نسبتا کم هست یا احتمال موفقیتشون پایینه. سناریوی پنجم که عرض کردم بحث فروپاشی است، این احتمالش در واقع در حال جریان هست، اما اینکه نتایج سیاسیش چی باشه خیلی روشن نیست. واقعیت‌های جامعه ایران نشون میده که این جامعه داره به چه سمتی میره. اما سناریوی ششم به نظر من سناریویی است که کاملا قابل انجام هست اگر توجه کافی نسبت به این موضوع انجام بشه و دعوت‌های لازم و پیش‌بینی‌های لازم برای این داستان صورت بگیره. سناریوی ششم هم محتمله، هم قابل مدیریته و هم هزینه بسیار اندکی داره. این سناریو 4 مؤلفه داره. یعنی قبل از اینکه این سناریو اتفاق بیفته به نظر من 4 موضوع باید برای جامعه ایران روشن شده باشه. موضوع اول اینکه مردم از این گفتمان اصلاح طلبی، اصلاح طلبان، شرکت در انتخابات، در چارچوب نظام باید از این موضوع گذر کرده باشن. تا زمانی که برن در انتخابات شرکت کنن، به حکومت، به افرادی که حکومت تایید میکنه، شورای نگهبان، بین بد و بدتر، بین جانی و کمتر جنایتکار انتخاب کنن، این سناریو اتفاق نمیفته. این همچنان داستان جمهوری اسلامی رو، نمایش جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکنه. قاطبه مردم ایران باید برسن به اینکه این سناریو سناریوی بی حاصلی است. حالا شاید در دهه 70 در دوره آقای خاتمی افرادی امید داشتن، اما بعد از آقای خاتمی مشخص شد که چنین سناریوی غیر ممکنه. حکومت تن به هیچ گونه اصلاحاتی نمیده و نداده. در طول 2 دهه گذشته از سال 76 تا امروز حکومت تن به هیچ اصلاحی نداده. شرایط هر روز بدتر و بدتر شده و شرایط و محیط برای مخالفان هم تنگتر. این گذر از گفتمان اصلاح طلبی زمینه رو برای گردهمایی و موندن افراد در عرصه خیابان همراه با خواست انحلال حکومت فراهم میکنه. مؤلفه دومش این که یک موضوع خاص یا یک رویداد خاص میتونه اکثر مردم رو به خیابانها بکشونه. مثلا همین داستان لغو حجاب اجباری خیلی موضوع بسیار خوبی است. در امروز در ایران میلیون ها زن هستن که با حجاب اجباری مخالفن، میلیون ها مرد هستن که با حجاب اجباری مخالفن. اینا میتوانن در یک روز با همین داستان برسه خیابان بیان، اما بمانند برای انحلال حکومت، برای اینکه این حکومت تن به رفراندوم بده و در یک رفراندوم قانونی با نظارت های بین المللی کنار بره. قابلیتش هست، موضوعاتش هم وجود داره. انگیزش خیلی مهم نیست، نتیجهش به نظر من مهمتر هست. موضوع سومی که ورشکستگی، فساد، اختلافات درونی و حاکم شدن آقازاده ها از اراده و تمایل به سرکوب 10 میلیون نفر توسط حکومت به تدریج بکاهد،
که در این کار به نظر من در حال انجام هست. حتی اگر حکومت نظام سرکوبش رو هم حفظ کنه، احتمال اون گرد همایی در این شرایط افزایش پیدا. امروز تنش‌های درون میان در واقع جناح‌های مختلف حکومتی بسیار تنش‌های قابل توجهی هست. تنش‌ها تا حدی است که معاون اول قوه قضاییه رئیس جمهور سابق رو که آقای اژه‌ای در واقع وزیر اطلاعات همون رئیس جمهور بوده، به اون رئیس جمهور خطاب میکنه که ایشون داره لات بازی در میاره، ایشون رو یک لات بی سر و پا و هرزه خیابان معرفی میکنه. این تا این حد این تنش ها به نظر من در ایران جدی هست. اینها شوخی نیست، نمایشی نیست. به درون اینها که شما برید میبینید که به بخش های بسیاری از همدیگه متنفر هستن، حاضر نیستن همدیگر رو تحمل کنن، روی همدیگر رو ببینند. و مؤلفه چهارم این که اگر چنین جمعیتی به خیابان بیاد، افراد می توانند اطمینان کنند که حکومت دست به سرکوب نخواهد زد. نمیشه 30 میلیون 20 میلیون جمعیت رو یک روزه درشون حمام خون به راه انداخت. آقای خامنه ای در سال 78 در ماجرای دانشگاه به فرماندهان نظامیش گفته بود که شما برای سرکوب این رو منابعی از درون شورای امنیت ملی به من گفتن، که گفته بود آقای خامنه‌ای به فرماندهان سپاه که میتونید تا 1 میلیون نفر رو هم بکشید برای اینکه بمانید، اما تا 20 میلیون نفر احتمالش بسیار اندک هست که حکومت دست به جنایت 20 میلیونی یا 30 میلیونی بخواد بزنه، روی مردم موشک کروز بندازه، احتمالش بسیار اندک هست. از لحاظ نیروی سرکوب هم هیچ حکومتی داره چنین نیروی سرکوبی نیست که بخواد یک روزه 20 تا 30 میلیون نفر را از کف خیابان جمع کنه. در شرایط حاضر مخالفان برخی فعالیت‌های محدود مثل افشاگری یا تجمع یا بیانیه میدن، تحلیل میکنند، اما فعالیت‌های ایذایی مخالفان به شدت اندک هست و من معتقد هستم که مردم ایران به گروه‌های سیاسی، به مخالفانی که در خارج کشور هستند، فعالان سیاسی که در واقع میخواهند داستان براندازی رو به پیش ببرند، اینها نمیتوانند، اگر قرار بود که تا الان موثر بوده باشند خب اتفاقی افتاده بود، مردم ایران روی اینها نمیتوانند اتکا کنند. به همین دلیل هم تنها راه حل این هست که ده ها میلیون نفر به عرصه خیابان بیان، در عرصه خیابان بنشینند تا آقای خامنه‌ای و دیگران بگن که آقا ما حکومت رو در 6 ماه آینده رفراندومی برگزار میکنیم و حکومت رو به دست کسانی میدهیم که در انتخابات آزاد بر روی کار آمده باشند. رفراندوم هم به نظر من یک، در واقع هیچ حکومتی نمیتواند در برابر 20 میلیون نفر وعده‌ای رو بده و این وعده رو بعداً کنار بگذاره، چون اون 20 میلیون نفری که عرصه خیابان اومدن یک روز، 6 ماه بعدش هم دوباره این همون حرکت، اگر حکومت رفراندوم برگزار نکنه با نظارت بین‌المللی، اون 20 میلیون نفر دوباره میتونن به عرصه خیابان بیان، چون اتفاق خاصی نمیفته، سرکوب گسترده‌ای صورت نمیگیره که افراد بترسن و دوباره به خیابان نیان. در ایران هم خیلی روشن هست سناریویی که وجود داره برای حکومت رقیب جمهوری اسلامی، یا اصولا حتی در اون رفراندوم در مورد جمهوری اسلامی هم می شود سنجید که این حکومت واقعا چقدر طرفدار داره. در برگه های رأی برخلاف سال 57 که با یک آری یا نه به جمهوری اسلامی داستان رو تمام کردن، 9 حکومت آلترناتیو رو میتونن مطرح کنن. جمهوری ریاستی که رئیس قوه مجریه مستقیما توسط مردم انتخاب بشه، جمهوری پارلمانی که رئیس قوه مجریه توسط پارلمان انتخاب بشه، مشروطه پادشاهی، پادشاهی که در فعالیت‌های جاری دخالت نمی‌کنه مثل بریتانیا یا برخی از کشورهای اروپایی، پادشاهی غیر مشروطه، پادشاهی که در همه امور دخالت می‌کنه، حکومت ولایت مطلقه فقیه، همین چیزی که امروز هست، حکومت ولایت مقیده و مشروطه که بخشی از اصلاح طلب ها طرفدار همون حکومت هستن و از اون نوع حکومت، اینه با آقای خامنه‌ای مخالفن و با نحوه رفتارش، اما با جمهوری اسلامی نسبتا این که مثلا رهبر انتخاب بشه ولی فقیه از میان روحانیون باشه اما انتخاب بشه،
با اون مخالفتی ندارن. اون هم یک سناریو قابل رأی گیری است. حکومت حزبی، حالا میتونه کمونیستی باشه، غیر کمونیستی باشه، حکومت نظامیان و حکومت فدرال دموکراتیک، این که حکومت ایران به شکل فدرال اداره بشه و تنها در وزارت خارجه و وزارت دفاع در تهران دولت مرکزی کارکرد داشته باشه. اینا سناریوهای محتمل هست، تقریبا هم این سناریوها رو امروز در ایران میدونن. نیاز به توضیح و آشکارسازی چندانی وجود نداره. امروز بسیاری از مردم ایران از انواع و اقسام حکومت‌هایی که در دنیا هست اطلاع دارن، آگاهی دارن. اینها رو میشه به رأی گذاشت. و بعدش هم خب اگر حکومتی شکل گرفت، مجلس مؤسسانی تشکیل میشه، قانون اساسی تنظیم میکنه بر اساس نوع حکومت و زندگی مردم به روال خودش خواهد افتاد. این سناریویی است که به نظر من کاملا قابل عمل هست. در جریان زندگی روزمره مردم هم اختلال چندانی ایجاد نمیکنه، کشت و کشتاری هم صورت نمیگیره، جنگ داخلی هم نمیشه، حمله نظامی هم از خارج نیازی نیست صورت بگیره. این سناریوی واقع بینانه است که قابل عمل هست. فقط باید در یک روز 20-30 میلیون نفر از مردم ایران به عرصه خیابان بیان، در خیابان بنشینند و خواستار انحلال جمهوری اسلامی به این شکلی که امروز هست بشن و بعد بگذارن که مردم برن رأی بدن، ببینیم واقعا جمهوری اسلامی این نحوه حکومت در ایران در یک شرایط آزاد چقدر رأی میاره. میشود همه اینها رو به رأی گیری عمومی گذاشت. به این سناریوها که شما نگاه بکنید، بالاخص سناریوی آخر، جمهوری اسلامی رژیم ابدی نیست. جمهوری اسلامی قابلیت انحلال و براندازی داره، به شرط آنکه میلیون‌ها نفر از مردم ایران که امروز نارضا هستند، این حکومت رو نمیخوان، در یک روز با قدرت همگانی به عرصه خیابان بیان، در عرصه خیابان بنشینن، خیابان‌های مرکزی شهرهای بزرگ کشور رو اشغال کنند. هیچ حکومتی نمیتواند در برابر ده‌ها میلیون نفر که در عرصه خیابان بیان و بنشینند، هیچ حکومتی نمیتونه مقاومت کنه. مردم ایران متاسفانه امروز بدون سازمانن، ضعیفن، قدرت ندارن، منابع مالی ندارن، اما یک تن و بدنی دارن و خیابانی هم وجود داره. امکان این که همه اینها به عرصه خیابان بیان یک روزه وجود داره. هم قبلا هم من خدمتتون عرض کردم که اگر یک روز 1 میلیون زن ایرانی که به حجاب باور ندارند همه بدون حجاب صبح از منظرشون خارج بشن، حجاب اجباری در ایران ملغا خواهد شد. خیلی سناریوی خیلی ساده است. نه نیازی به هزینه چندانی داره، نه نیازی به تبلیغات چندانی داره. فقط در یک روز خاص، مثلا روز 8 مارس که روز زنان هست، کافی است در یک 8 مارس یکی از این سالها زنان ایرانی تصمیم بگیرن و همه اونایی که به حجاب اعتقاد ندارن، اونایی که حجاب اعتقاد دارن خب حجابشون رو بپوشن، کسی قرار نیست که با اونا کاری داشته باشه. اونایی که حجاب اعتقاد ندارن در یک روز بدون حجاب به عرصه خیابان بیان، حجاب اجباری در ایران ملغا خواهد شد. اینا قدرت مردم هست و باید در واقع مردم رو، به نظر من فعالان سیاسی، تحلیلگران، باید قدرت مردم رو به قدرت خودشون واقف کرد. اینطور نیست. بله، مردم ایران سرکوب شدن، ضعیفن، توسری خوردن، فرزندانشون کشته شده، حکومت شکنجه میکنه، همه اینا درسته، تمام این داستان ها. اما تن و بدن و عرصه خیابان رو از مردم هیچ حکومتی نمیتونه بگیره. کافی است یک روز 1 میلیون نفر از زنان و دختران ایرانی به عرصه خیابان بیان و در عرصه خیابان حرکت کنن بدون حجاب. حجاب اجباری ملغا خواهد شد. به همین شکل اگر یک روز 10 میلیون تن از مردم ایران به خیابان بیان و در شهرهای مختلف، در خیابانهای مختلف، در عرصه خیابان بنشینند، رفت آمد عمومی رو مختل کنند، همه چیز رو مختل کنند، چند روز که اینها در عرصه خیابان بنشینند، حتی فکر نمی کنم به چند روز هم بکشه، یعنی کافیست 48 ساعت یا 72 ساعت 20 میلیون 30 میلیون نفر در عرصه خیابان در ایران بنشینند، اثری از جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند. این یه امریست که کاملا محتمله، کم هزینه است، بی درد سره. و حالا در یه جاهایی ممکنه که مثلا یه پایگاه بسیجی در یه منطقه به 4 نفر حمله کنه، اما در تهران 3 میلیون نفر 5 میلیون نفر رو نمیشود از عرصه خیابان با زور جمع کرد، همونطور که در 25 خرداد سال 88 مردم رو از عرصه خیابان جمع نکردن.
چون دیدن 3 میلیون نفرن و نمیشه اینا از خیابون جمع کرد. اگر چنین جمعیتی بیاد در خیابان خواستار انحلال حکومت بشه، چنین جمعیتی حتما موفق خواهد شد. تا هفته آینده که دوره تازه‌ای از برنامه‌های در غیر این صورت رو آغاز می‌کنم و در خدمت شما خواهم بود، روزها و شب‌های خوشی رو برای همه شما آرزو می‌کنم.